سلام به همراهان عزیز شاینی، هدا خاکرند هستم. با آموزش منجاق بافی این گل زیبا در خدمتتون هستم. اگر کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب نکردید، همین الان سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم فعال کنید تا آموزش های متنوع تری رو بتونید دریافت کنید. همراه من باشید تا انتهای این ویدیو. انجام دادن این منجاق بافتمون احتیاج داریم به منجاق های 8 یا 7 برای این سایز ها مناسب هستن. منجاق های سایز 8 یا 7 در ابتدای کار نخ نامرئی و سوزن منجاق دوزی شماره 10 رو دارم من اینجا، و به خاطر اینکه کارم منعطف بشه و فرم بگیره از نخ نامرئی استفاده میکنم. نخ نامرئی هم نخ نامرئی 12 صدم هستش که نازک هستش و مناسب این کارها هستش. سوزن نخم که آماده شد، دوتا منجاق رو تا انتهای نخ میارم. توی منجاق بافت ها ما گره نداریم، پس با یه فاصله از انتهای نخ این دوتا منجاق رو قرار میدم. حالا بعد از اینکه این دوتا منجاق رو آوردم تا انتهای نخ، سوزنم رو به حالت برگشت از اولین منجاق عبور میدم و رد میکنم. به این شکل دوتا منجاق ها باید از بدنه به همدیگه بچسبن و فضایی که برای دوخت دارن به همدیگه نچسبه و رو به بالا باشه. یک بار من جهت بافت دوختم رو تکرار میکنم که با این کار نخم رو حسابی محکم کنم و نخم حرکت نکنه. به این حالت یک بار دیگه این قسمت رو هم میرم بالا. چند بار که شما از این ابتدای کارتون سوزن و نختون رو عبور بدین، این در واقع کارتون حسابی محکم هستش و اینکه بخواد خراب بشه، در بره، پاره بشه دیگه وجود نداره. ببینید حرکت دیگه نمیکنه، بالا پایین نمیشه توی نخم. حالا کارم رو جوری دستم میگیرم که نخم بیفته سمت راست و حالا دوباره میخوام الان دوتا رو، این دوتا منجوق رو بکنم ستا منجوق. ابتدای ردیف میام دوباره دوتا منجوق دیگر رو بر میدارم تا انتهای نخم میارم. به این شکل این دوتا منجوق جدید. حالا برای اینکه این دوتا منجاق رو روی این دوتا منجاق ردیف پایینی دوخت بزنم، سوزنم رو از زیر این در واقع تار نخی که این دوتا منجاق رو به هم متصل کرده، از زیرش از این پشت به سمت جلو حرکت میدم و نخم رو میکشم. وقتی که نختون رو میکشین، دوتا منجاق جدید به این حالت قرار میگیرن. حالا برای اینکه شل نباشه و اینجوری آزاد نباشه، دوباره سوزنم رو از سوراخ منجاق دوم از پایین به سمت بالا میکشم. ببینید از پایین به سمت بالا سوزنم رو عبور میدم و نخم رو میکشم. این دوتا منجاق روی دوتا منجاق پایینی نشست، اما من میخوام توی ردیف دوم به جایی که دوتا منجاق باشه سه تا منجاق بافت بزنم. یه دونه منجاق دیگر رو هم به صورت تک بر میدارم و از همون فضا، در همون بستی که این دوتا منجاق پایینی رو به هم وصل کرده بود، دوباره سوزنم رو از زیرش میارم بیرون، نخم رو میکشم و برای اینکه شل نباشه قفلش میکنم و از پایین به سمت بالا سوزنم رو حرکت میدم از داخل سوراخ منجاق. به این شکل دو تا منجاق ردیف اول داشتم، شد سه تا منجاق. دوباره بافتم رو میچرخونم توی دستم که سر نخ بیاد سمت راست. حالا ستا رو میخوام توی ردیف بعدی
بکنم 4 تا. دوباره سر ردیفم 2 تا منجوق رو با هم برمیدارم، میارم تا انتهای نخم، 2 تا منجوق رو توی اولین بست دوخت میزنم، یعنی سوزنم رو از زیر این تار نخ اولی که بین 2 تا منجوقای ردیف پایینی هستش عبور میدم، نخم رو میکشم و برای اینکه قفل بکنم از دومین منجوق سوزنم رو میارم بالا و نخم رو میکشم. این 2 تا منجوق دیگه روی این 2 تا منجوق های پایینی سوار شدن. منجوق بعدی رو توی بسته بعدی به صورت تک بافت میزنم به این شکل و قفلش میکنم و برای اینکه 3 تا رو بکنم 4 تا، آخرین منجوق رو به صورت مشترک توی همون بست بافت میزنم. ببینید توی همون بست مشترک قبلی و بعد قفلش میکنم. به این حالت اینجا هم 2 تا بود شد 3 تا، بعد شد 4 تا. 4 تا رو میکنم 5 تا، میچرخونم بافت رو دوباره سر ردیفم، 2 تا منجوق با هم وارد سوزنم میکنم، اولین بست رو میگیرم، نخم رو میکشم، قفل میکنم، دومی منجوق رو وارد میکنم توی بست دوم، قفلش میکنم، سومین منجوق رو وارد میکنم توی بست سوم، و آخرین منجوق رو هم وارد بست بغل آخری همون بست مشترکی که الان منجوقم رو وارد کرده بودم، همون دوباره سوزنم رو از زیرش میارم بیرون و قفل میکنه. ببینید دوباره 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا و حالا 6 رو هم که بافت زدم میام و در واقع تغییر تعداد منجوق رو داریم. 6 ردیف رو هم من الان بافتش رو انجام میدم. این حالت خب اگر توجه کنید توی این ردیف آخرمون 6 تا منجوق ما داریم. حالا میخوام 6 تا رو به 3 تا به صورت ناگهانی کاهش بدم. یعنی 3 تا بیفته اینجا، 3 تا بیفته وسط، عذر میخوام. 3 تا منجوق بیفته وسط این بافتم. توی حالت اولیه یادتون بودش که 2 تا منجوق رو روی بست اول بافت میزدیم، من سوزنم رو به صورت خالی میارم عبور میدم، فرض میکنم اینجا 2 تا رو انجام دادم، اینجا 3 رو میخوام انجام بدم. پس توی این بست وقتی که سوزنم رو به صورت خالی آوردم روی بست دوم، میام و یه دونه منجوق رو بر میدارم. اینجا دیگه یه دونه منجوق رو بر میدارم و دوباره سوزنم رو از زیر کار میارم به سمت جلوی کار و بعد منجوقم رو قفل میکنم. منجوق بعدی و دومی رو وارد بست دوم میکنم و منجوق سومی رو وارد بست سومم میکنم.
این الان دقیقا 3 تا منجق وسط بافتم شد و وسط بافتم قرار گرفت به این شکل. حالا میخوام این 3 تا رو بکنم 4 تا، مثل همون روش هایی که اینجا گفتیم. اینجا 3 تا رو کردیم 4 تا، روی اینها بافت 4 تایی رو انجام میدیم. یعنی ابتدای ردیف 2 تا منجق رو وارد میکنم، از زیر بست عبور میدم و قفلش میکنم و بعد منجق بعدی رو توی بست دوم به این شکل و دوباره منجق آخر که چهارمین منجقمه توی همون بست آخری و قفلش میکنم. حالا 4 تا رو دوباره میکنم 5 تا، بعد میکنم 6 تا، بعد میکنم 7 تا منجق. روی اینها من میخوام منجق بافت بزنم. توی این ردیف هم همطور که میبینید 7 تا منجق رو من بافت زدم. حالا برای اینکه قسمت های نکتیز گلبرگم رو ایجاد بکنم، میام از سر ردیف اینجا 2 تا منجق رو به صورت تک به تک برای اینکه بیفته داخل کار و بیرون زده نشه، به صورت تک به تک 2 تا منجق رو این سمت دارم بافت میزنم. بعد سوزنم رو یه دونه فاصله میدم، یعنی به صورت خالی از داخل بست بعدیش عبور میدم، میارم روی بست دوباره بعدیش و روی بستی که الان دوباره سوزنم رو آوردم یه دونه منجق رو بافت میزنم و منجق بعدی. دوباره روی این دوتا یه دونه منجق بافت میزنم به صورت خالی، قفلش میکنم. حالا یه دونه منجق هم بعد سر اون دوتا منجق قبلی بافت بزنم، یعنی اینجا به صورت خالی سوزنم رو میارم منجق پایینیش، منجق پایینی بغلیش، دوباره ردیف پایین. حالا میام سوزنم رو میارم این منجق و منجق بالاییش، ببینید، و بعد منجق آخر رو روی اینها من بافت میزنم. گلبرگمون به صورت خام آماده هستش. حالا تزئینات گوشه این گلبرگ ها رو من میخوام داشته باشم. من اول از همه نخم رو برای اینکه قطع بکنم لابلای منجوق های ردیف پایینی چند مرتبه به صورت رفت و برگشت عبور میدم، برمیگردونم بالا سوزنم رو دوباره، این رفت و برگشتی که به سمت بالا و پایین دارم سوزنم رو عبور میدم، تأثیر داره برای اینکه نخم مطمئن میشم که حسابی لایه این منجوقها گیر کرده و بعد به این حالت خیلی راحت انتهای نخم رو قیچی میکنم. حالا میام دوباره نخ جدید رو که وارد کردم شروع میکنم به تزئینات اطراف این کار. نخ و سوزن جدیدم رو آماده میکنم. نخ ابتدایی رو هم میتونید دیگه قیچی بکنید. نخ و سوزن جدیدم رو از ابتدای اولین منجق میارم بیرون، میام دوباره چند بار این نخ جدید رو ما بین این دوتا منجق های ابتدایی به صورت رفت و برگشت عبور میدم تا محکم بشه و مطمئن بشم از اینکه نخم در واقع لابلای متریال ها گیر کرده.
میام و حالا سه تا کریستال رو وارد سوزنم میکنم. بعد از اینکه سه تا کریستال رو وارد سوزنم کردم، سوزنم رو وارد منجوق لبه‌ای بالاییش میشم. ببینید به این حالت. حالا سوزنم رو میارم منجوق کناریش از پایین عبور میدم، دوباره میارم سوزنم رو منجوق لبه‌ای ردیف بالاییش. چرخش نخ هستش، همه اینها چرخش نخمون هستش. دوباره میام و سه تا کریستال دیگر رو من وارد سوزنم میکنم و وارد منجوق ردیف بالاییش میشم اینجوری، و میام دوباره منجوق کناریش، دوباره سوزنم رو میرسونم منجوق لبه‌ای بالا. توی اینجا میام سه تا کریستال رو که وارد سوزنم کردم به این حالت، میام دقیقا داخل همون کریستال عبورش میدم به صورت جداگانه و تک. حالا میام سوزنم رو انتقال میدم دوباره به منجوق لبه‌ای ردیف بالاییش، یعنی این منجوق ستایی ها که توی این ردیف ستا بود، انتقالش میدم و اضافه نخ رو قطع بکنم و بعد دوباره سه تا کریستال دیگر رو وارد میکنم همینطور داخل منجوق ردیف بالاش میشم و این لبه های کار حالت چین خورده میگیرن. به این حالت یک سمت گلبرگم فرم گرفت. ببینید چون حال با نخ نامرئی من اون کار رو کردم، قشنگ مشخص هستش که گلبرگ ها حالت انعطاف پذیر میگیرن. سوزنم رو انتقال میدم سمت مقابل و برای سمت مقابل هم دقیقا همین کار رو انجام میدم. مونتاژ بکنیم کارمون رو. میتونید برای تشکیل یک گل 5 تا از اینها درست بکنید، اما من میخوام یه حالت نیمه گل رو درست بکنم. فرقی نمیکنه، اگر میخواهید که 5 تا گل باشه، 5 تا گل برگ رو کنار هم دیگه و در واقع کنار هم دیگه میچینید. اگر بخواید که حالت نیم برگ مثل کاری که من میخوام الان انجام بدم انجام بدید، به این صورت مرکز کار یک شکل هستش و چیدمان دور تا دور مرکز کار میره. اول از همه من اولین گل برگم رو میخوام دوخت بزنم روی زمینه کار. این زمینه کار میتونه یا پیرهنتون باشه، لباستون باشه، یا روی نمد یا تور ژاپن مونتاژ بکنید، بعد اپلیکه بکنید و جدا بکنید و حالا روی به عنوان گل سینه استفاده بکنید یا روی لباس جایی، کیفی، کفشی، هر جایی که خواستید میتونید نصب بکنید. سوزنم رو از اولین ردیف، بالای اولین ردیف لابلای منجوقا میارم بیرون و چند تا بست میزنم. با این بست زدن ها باعث میشم که این منجوقا و این کارم کاملا فیکس بشه روی سطح کار. میتونم حالا گلبرگ بعدی رو در کنار این گلبرگ دوخت بزنم. به همین صورت این قسمت رو هم چند تا بست میزنم برای گلبرگ بعدی. برای گلبرگ بعدی هم به همین صورت عرض کردم. اگر میخواید تعداد گلبرگ های بیشتری رو شما اطراف کارتون و اطراف مرکزتون کار بکنید، این افزایش پیدا میکنه و مونتاژش هم به همین صورت هستش، در کنار هم دیگه این کار رو انجام میده. بعد از این که این گلبرگ رو هم من مونتاژ کردم، این گلبرگ ها رو من مونتاژ کردم، میام و
میتونید حالا اینها رو هم یک جورایی به هم دیگه متصلش بکنید، یعنی بیاید بست بزنید از لابلای این کریستال های زرد رنگ، اینها رو به هم دیگه متصل بکنید که خیلی هم فاصله نگیرن از هم دیگه، و کریستال ها رو هم بست بزنید. ببینید الان کریستال ها رو هم به این صورت بست میزنم که خیلی حرکت نکنن و کنار هم دیگه قرار بگیرن. به این صورت که شد و دوختتون رو انجام دادین و بعدش میایم حالا مرکز گلمون رو دوخت میزنیم. برای دوخت مرکز گلم اطراف کار، من میام برای مرکز گلم یه همچین حالت نیم دایره ای رو در نظر میگیرم، چون نصف گل هستش. اگر گل کامل بود دقیقا یک دایره کامل رو شما میتونید تشکیل بدین. و میام از همین کریستال هایی که اینجا استفاده کردم، میتونیم برای پر کردن سطح کار و یا از همین منجوق های درشت برای پر کردن سطح کار استفاده کنید. به این صورت یه دونه از این منجوق ها رو من وارد سوزنم میکنم و بعد میام سر منجوقم یه دونه منجوق درشتم یه دونه منجوق ریز برمیدارم، منجوق ریز رو با دستم نگه میدارم، سوزنم رو به حالت برگشت داخل منجوق درشت میبرم، دوباره میام، این بار از کریستال استفاده میکنم، یه دونه کریستال رو وارد سوزنم میکنم، یه دونه منجوق هم به همه صورت وارد سوزنم میکنم و منجوق رو با دستم میگیرم و دوختم رو انجام میدم. هر متریالی میتونید اینجاها کار بکنید کاملا به صورت رندوم و پخش و پراکنده این دوخت رو انجام بدید برای مرکز، یه کار قشنگ میشه. میتونید هم لابلای کار بیاید به این صورت، سوزنتون رو بیارید بیرون و یه دونه ملیله بلند رو بردارید. حالا میتونه متناسب باشه این ملیله بلند با متریال هایی که استفاده کرده. یه دونه منجوق هم بلا فاصله پشت سرش وارد سوزن میکنم، دوباره منجوق رو با دستم میگیرم و سوزنم رو از ملیله بلند به حالت برگشت عبور میدم. اگر میخواید بلندتر بشه این پرچم های گل، میتونید دو تا ملیله بلند رو وارد بکنید، یه دونه منجوق رو وارد بکنید بعدش. ببینید دو تا ملیله بلند رو من وارد میکنم، یه دونه منجوق رو هم وارد میکنم، منجوق رو با دستم میگیرم و سوزنم رو از ملیله های بلند برمیگردونم به سمت پارچه. پر میکنید سطح کار رو. میتونید از سنگ پایدار هم این وسط های کار استفاده بکنید و دوخت کنید. کاملا دست خودتون هستش که چه متریالی با چه میزان و با چه تنوعی کار بکنید. به صورت تکی هم دوخت میزنم و هم به صورت یک کریستالی منجوق یا یک منجوق درشتی منجوق ریز. به این روش که الان من منجوقم رو گرفتم و سوزنم رو برمیگردونم داخل متریال، بهش میگن روش دوخت چشم خروسی، که توی ویدیوهای پایه من اینها رو همه رو به صورت کامل گفتم. به این صورت سطح کار رو من میتونم پر بکنم و دوخت لازم رو انجام بدم. کار رو که دوخت زدم و وسط مرکز گلم رو با متریال های مختلف پر کردم، من از مروارید سایز 8 هم استفاده کردم و چون سر مروارید خیلی باز بود، یه دونه کریستال به جای منجوق قرار دادم و فرم چشم خروسی دوخت زدم. بعد از اینکه این پرچم ها و این متریال رو برای مرکز کار دوخت زدیم، نوبت به اپلیکه کردن کار میرسه. در اپلیکه کردن کار، دور تا دور کارم رو من
قیچی میکنم و بعد که قیچی کردم میام و باز هم مرتب ترش میکنم، جوری که دوختام قیچی نشه و آسیب نبینه. به این حالت که در اومد، حالا میتونید پشت اینها پیکسل بذارید، سنجاق پیکسل بذارید، میتونید هم روی لباس کار بکنید. ببینید، فرض کنید که این یک لباس هستش که من میخوام این رو دقیقا این قسمتش کار بکنم. از نگین متری هم برای آویز این گلم میخوام استفاده بکنم. حالا من میام از نگین متری زیر این قسمت دوخت میزنم و بعد نصبش میکنم روی این لباس و یک کار منجق بافت خوشگل رو که ست لباسمون هستش به ما میده. نصبش بکنید روی پارچه و دوخت بزنید از لابلای متریال. من آویز هم بهش وصل میکنم و در نهایت این کار زیبا رو به ما میده که میتونید با هر متریالی که دوست دارید تزئینش بکنید. از اینکه کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب میکنید از شما سپاسگزارم. حتما زنگوله کنارش رو هم فعال کنید تا آموزش های بیشتر و متنوع تری رو بتونید ببینید.